با ذکر و یاد یزدان داداری که دل از برای عشق او در کار است و اگر لطف و مهر او نباشد بندگان عشاقش را دل به چه کار است و در مقابل ذره از نعمات او تمامی دلهای جهان را چه قدر و مقدار است. خداوندگاری که یاد و تکرار نامش راحت دل و جان است و غمان هر جان او عیش و تنعم هر دو جهان است و چون سر بر آستانش نهی و جان به جانانش دهی حیات جاودان است و از هر چه بر پیشینیان ما و بر ما و بر پسینیان ما رود قایت آن چیز آن باشد که رضای او در آن است. به نام خداوندی که چون آشنای او گردی از جمله خلقان جهان جدا گردی و چون از جهان و هر چه در او هست جدا گردی، پس میان مردمیان شیدا گردی و در عاشقی او رسوا گردی و به آن دم که معشوقگان از نظارت گم گشته باشند به یقین در چشم او که معشوق جهان است پیدا خواهی شد. درود بر شما تماشاپیشگان گرامی و وفادار قندون. بسیار پیش اومده که برای کشف ماهیت ذاتی کسی دچار تردید شده باشیم. راه‌های متفاوتی برای کشف این موضوع هست و اتفاقا حکایت امروز ما هم در همین مورده. حکایتی از رساله لغت موران به قلم عالی جناب شهاب الدین یحیی سهروردی. لغت موران یکی از آثار ماندگار و خارق‌العاده شهاب الدین سهروردی فیلسوف مشهور اشراقی است. این اثر رساله‌ای است شامل 10 داستان کوتاه که به زبان فارسی که هر کدوم از این حکایت‌ها به رمزی از رموزات عرفانی، اشراقی، حکمی و فلسفی اشاره می‌کنه که چکیده‌ای از حکمت اشراقی سهروردی رو بیان می‌کنه. و اما حکایت. موری چند تیزتک میان بسته از حزیز ظلمت مکمن و مستقر اول خیش رو به صحرا نهادند از بهر ترتیب قوت. حزیز با هی جیمی و زاد به معنی پستی، جای پست زمین. مکمن هم یعنی کمینگاه و در کل میگه که تعدادی مورچه اول صبحی همت میکنن از تاریکی لونه به سمت صحرا میرن تا قوت و غذای روزانهشون رو گیر بیارن. اتفاق را شاخی چند از نبات در حیز مشاهده ایشان آمد. حیز با هی جیمی به معنی جا و محل و مکانه. میگه در حیز مشاهده آمدن یعنی به چشم اومدن، دیده شدن. در وقت صبح قطرات ژاله بر صفحات سطوح آن نشسته بود. میگه سر صبحی قطرات شبنم روی یه شاخه نشسته بوده. یکی از یکی پرسید که این چیست؟ جواب داد و گفت اصل این قطرات زمینی است و بعضی گفتند از دریاست. علاهازا در محل نزاع افتاد. میگه بینشون بحث و جدل پیش اومد. موری متصرف در میان ایشان بود، یه بزرگتر بوده و صاحب دستوری در میان این موران بوده. گفت لحظه ای صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد که هر کسی را زی جهت اصل خیش کششی باشد و بر لحوق معدن و منبع خود شوقی بود. لحوق با هی جیمی به معنی پیوستن. میگه هر کسی به ذات خودش و جایی که خواستگاه اون بوده تمایل داره. به قول مولانا میگه هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. گفت لحظه ای صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد که هر کسی از زی جهت اصل خیش کششی باشد و به لحوق معدن و منبع خود شوقی بود. همه چیزها به سنخ خود منجذب باشد. میگه هر چیزی جذب ذات خودش میشه. نبینی که کلوخی را از مرکز به جانب محیط اندازند چون اصل او سفلاست و قاعده کل شیء یرجو الی اصله ممهد است، به عاقبت کلوخ به زیر آید. ممهد با هی جیمی به معنی آماده و فراهم شده است. در واقع میگه دیدی چون کلوخ از جنس خاکه و بر مال زمین هست، میگه وقتی پرتابش میکنی دوباره بر میگرده به زمین، به اون جای پستی که از اونجا بوده. هرچه به ظلمت محض کشد اصلش هم همان است. یه ظالم بالفطر ظلم پذیره و هوادار وجود ظلمت و تاریکیه. موران در این بودند که آفتاب گرم شد و شبنم از هیکل نباتی آهنگ بالا کرد. موران را معلوم گشت که از زمین نیست، چون از هوا بود با هوا رفت.
بله میگه که یه مقدار صبر کردن، یه خورده که هوا گرم شد و این قطرات شبنم آب شد به سمت بالا رفت، میگن خب پس این از بالا بوده چون به هوا رفته. اما در ادامه این حکایت و قصه تمثیل دیگری هم هست درباره خفاشی و هربایی. هربا با هی جیمی به معنی آفتاب پرست. و اما حکایت. وقتی خفاشی چند را با هربا خصومت افتاد و مکاوهت میان ایشان سخت گشت. مکاوهت با هی جیمی به معنی دعوا و ستیزه. میگه چند تا خفاش با یه آفتاب پرست دعواشون میشه. ای ملعون رنگی رنگی، ای آویخته ی علاکلنگی، ای دمدار چشم برقلم بیده، ای آویزون روشنی ندیده. بله، مشاجره از حد به در رفت. خفافیش اتفاق کردند که چون قصق شب در مقعر فلک مستطیر شود، ایشان جمع شوند و قصد هربا کنند و بر سبیل مشیت انتقامی بکشند. خفاشا دست به یکی میکنند، میگن همین که قصق شب یعنی تاریکی اول شب به گودی و عمق شب بدل شد و تاریکی گسترش یافت، همشون جمع بشن و بدجوری انتقام بگیرند. فکرشو بکنین وقتی گفتنش اینقدر سخته، انجام دادنش دیگه چیه؟ وا ویلاست. شاعر گرانمایه در همین مایه فرموده است که همه میگن دل سنگت واسه من نداره جایی، منم از تو خیلی خسته، از تو که سر به هوایی. تو خودت خواستی دل من همش از تو رو بگیره، تو خودت خواستی که عشقت توی قلب من بمیره. دل من دلخور و خسته از من و سادگیامه، حالا عاشقی که داشتی توی فکر انتقامه. بله، چون وقت به آخر رسید به در آمدند و هربای مسکین را به تعاون و تعاضد یعنی یاری رساندن، یکدیگر در کاشانه ادبار خود کشیدند و آن شب محبوس بداشتند. میگه تا تاریک شد میریزن سرشو میبرن تو خونه خودشون، اون رو حبس میکنن. خلاصه که اون شب هربا رو محبوس میکنند و آن شب هربا را محبوس داشتند. بامداد گفتند این هربا را طریق تعذیب چیست؟ یا آقا چجوری شکنجش کنیم که ششمون حال بیاد؟ میگه باید یه جورایی از دستش خلاص شیم که ردی از نشونمون نمونه. آدم آویزونش کنیم، چشاشو دراریم، بکشیم، نابودش کنیم، هربا رو حلوه حلوه کنیم، حلوهشو برپا کنیم. اصلا آقا صبر کنیم، چی بدتر از این چیزیه؟ چی؟ نور. چی میتونه چشاشو کور کنه و مغزشو بسوزونه؟ خورشید. ایول حمید راهش. خلاصه که کلی تدبیر کردن با یکدیگر و بر کیفیت قتل هربا. رأیشان بر این قرار گرفت که هیچ تعذیب بدتر از مشاهدت آفتاب نیست و البته هیچ قضایی بدتر از مجاوره خورشید ندانستند. قیاس بر حال خیش بکردند و او را به مطالعت خورشید تهدید می‌کردند. هربا از خدا خود این می‌خواست. بله، اینا چون خودشون از آفتاب بدشون میمده، خب میگن بدترین عذاب چیه؟ اینا که فردا که روز روشن شده آفتاب در اومد، اینا بنازیم چله آفتاب. نمی‌دونستن که بابا آفتاب پرست از خدا چه که این کارو باش بکنی، انگار ماهی رو تهدید کنی که سرتو زیر آب می‌کنم، یا پرنده رو تهدید کنی که از بلندی پرتت میکنیم، یا پنگوئن رو تهدید کنی که میذاریم تو یخچال، یا تهیه کننده ما رو تهدید کنی که مجری برنامه‌ت رو عوض میکنیم. از خداشونه که شما این کارو بکنی. بله، مسکین هربا در خود آرزوی این قتل میکرد، چنان که حسین منصور گوید اقتلونی یا سقاطی ان فی قتل حیاتی و حیاتی فی مماتی و مماتی فی حیاتی. اقتلونی یا سقاطم چیست در قتلم؟ حیاتم و حیاتم در مماتم و مماتم در حیاتم.
ان عندي محو ذاتی من اجل المکرماتی و بقایی فی صفاتی من قبیح السیئاتی آنک اجزم عجز آری ارنه پاک از هم پراشم اینک اجازم که باری هیچ 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 باشم در دل ویرانه هاتان از حیات افسرده جانم خون من ریزید و آتش در زنید این استخوانم. بله، پس چون آفتاب برآمد او را از خانه نحوست خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب نعذب شود و آن تعذب احیاء او بود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اگر خفافیش بدانستندی که در حق هربا بدان تعذیب چه احسان کرده اند و چه نقصان است در ایشان، به فوات لذت او از قصه بمردندی. میگه فردا اینا در واقع با هم دیگه تصمیم میگیرن که اینو بنزن تو آفتاب از بین بره، ولی نمیدونن چه لطف بزرگی داشتن میکردن بهش. میگه فردا چون آفتاب در اومد، اینا این رو از خونه پلید خودشون پرت میکنن بیرون تا اینکه به ذهن خودشون و به فکر خودشون اون توی آفتاب عذاب بکشه، ولی نمیدونستن که دارن چه لطف بزرگی در حق آفتاب پرست میکنن. و اگر میدونستن که چقدر کارشون کار اشتباهیه، حتما از غصه میمردن. به نظرم الان جو خیلی سنگین شده، یه جوریه که فکر میکنم شما دارین منو شبیه مرحوم ملا صدرا و زنده یاد ابو ریحان بیرونی و فارابی خدا بیامرز میبینین. البته این نه تنها اشکالی نداره، بلکه باعث افتخار هم هست. فقط ترسم اینه که خودم هم رو جو بگیره و کار دستم بده. پس اجازه بدین از حال و هوای عالی جناب سهروردی بیرون بیاین و کمی همقدم با شهید وطن زنده یاد عطار نیشابوری در اسرارنامه ایشون بشیم و پیش بریم با کتاب اسرارنامه عطار که شامل 22 قسمته، که در هر قسمت بعد از اشارات و مقدمات چند حکایت و تمثیل برای تسهیل معنا و موضوع ارائه میده. اجازه میخوام که این قسمت رو با یکی از این تمثیلات به پایان ببرم. میفرماید که یکی کناس بیرون جست از کار. کناس یا چاهک روب همون فرد محترمیه که شغلش تخلیه چاهای فاضلابه، چنان که شاعر گرانمایه فرموده است که فاضل و آبی که شد معنی آن اشتباه، از قبل عطر او آه کشم آه آه، 700 و چند تا رقم 650 تشخیص ترکیدگی تخلیه چاه. بله، منظور اون دوستان یعنی که تا در حیات رو رنگ میزنی بالا تا پایینش رو اتیکت میزن میچسبونن که یه حالی بهتون داده باشن. و واقعا وقتی میخوای وارد خونه بشی اونقدر تخلیه شو میبینی که اصلا یه حالی میشی. ولش کن. یکی کناس بیرون جست از کار، مگر ره داشت بر دکان عطار. رفت راسته عطارها، چو بوی مشک از دکان برون شد، همین کناز آنجا سرنگون شد. میگه بوی مشک و عطر عنبر به دماغش میخوره، این بنده خدا با مخ میاد زمین. دماغ بوی خوش او را کجا بود؟ تو گفتی گشت جان از وی جدا زود. برون آمد ز دکان مرد عطار، گلاب و عود پیش آورد بسیار. طرف جلوی دکان عطاری از هوش میره، جناب عطار باشی هم نامردی نمیکنه، کلی عود و گلاب میاره و میگیره جلوی دماغ ایشون که به حال بیاد. چو رویش از گلاب و عود تر شد، بسی کناس از آن بیهوش تر شد. میگه حالش بدتر شد این بنده خدا. یکی کناس دیگر چون بدیدش، نجاست پیش بینی آوریدش. یه کناس دیگه رد میشه، میفهمه مشکلی بنده خدا از کجاست، یکم نجاست میاره میگیره جلوی بینیش. مشامش از نجاست چون خبر یافت، دو چشمش باز شد جانی دگر یافت. بله، میگه تا اون بو میخوره تو دماغش بنده خدا به هوش میاد.
آره بذارید یه بار کاملش براتون میگم. میگه عطار باشی گلاب میگیره جلوی دماغ کناز، حال اون بنده خدا از اون چیزی که بوده بدتر میشه. خوشبختانه قبل از اینکه عطر و عود و گلاب به کما ببره این بنده خدا و جان به جان آفرین تسلیم کنه، یکی از همکاراش از راه میرسه، عطار رو پس میزنه و یه تیکه چیز بدبو میگیره جلوی دماغ مرد بیهوش و طرف حالش جا میاد. بله میگه کسی با گند بدعت آرمیده، نسیم مشک سنت ناشنیده. اگر روحی رسد سوی دماغش، درون دل فرو میرد چراغش. نکو ناید شطر را بوس دادن، مگس را طعمه طاووس دادن. علی ای حال به پایان آمد این قندون. دیابت همچنان باقی است، ورای انسولین بازی است، قند و شکر و ساقی. تا رخصتی دیگر و فرصتی بهتر، شب و روزتون خوش و روزگارتون خوشتر. بدرود تا خیلی زود.